با سلام و درود خدمت هممیهنان گرامی، زنان و مردان ایران زمین، دختران و پسران کوشنده به جان، کارگران و موزبگیران، همه زحمتکشان ایران، معلمان و بازنشستگان، همه کسانی که در راه ایرانی آباد، آزاد و آینده‌ای بهتر در حال تلاش هستند و امیدواریم که این تلاش همگانی مردم ایران هرچه زودتر به نتیجه‌ای که باید برسد و مردم ایران در شرایط بهتری زندگی کنند بدون اینکه یک حکومت دیکتاتوری در بالای سر اونها وجود داشته باشه و مانع از حرکت‌های انسانی اونها بشه، مانع از آزادی و خوشبختی اونها باشه، مانع از دستیابی به شغل مناسب و جامعه‌ای که در اون عدالت، برابری حقوقی و از همه مهمتر امکان استفاده از ثروت و قدرت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برای همگان به صورتی برابر از منابع ملی درآمدهای عمومی و درآمدهای کشور به وجود بیاد. این آرزویی است که مردم ایران بسیار سالهای طولانی است که برای رسیدن بهش دارند تلاش میکنند. مردم ایران از فرهیخته ترین و از بنیانگذاران تمدن بشری هستند. مردم ایران یکی از بی‌نظیرترین مردم جهان هستند که در زیر این همه فشارها، حمله ها، آزارها، شکنجه ها و تجاوزهای مختلفی که به کشورشون شده دوام آوردند. ما ایرانی ها نمونه ای از کهن‌ترین فرهنگ ها و زیبایی ها، سنت ها رو به جهان ارائه دادیم و چه بسا به دلیل اون خوبی بیش از اندازه‌ای که در دوران دور در آیین مهمان نوازی و در آیین نگهداری از همه کسانی که در رنج و عذاب بودند و یا به شکل مسافر، مهمان به سرزمین ما آمدند، ما از اونها پذیرایی کردیم و بعد به تدریج اونها شدند صاحبان مملکت ما و زورگویانی که کشور ما رو تسخیر کردند و متاسفانه گام به گام کشور ما رو به عقب بردند. امید این هست که در شرایط امروز که جامعه ایران با دسترسی به امکانات اینترنتی و استفاده از فضای اینترنتی و بالا رفتن دسترسی به اطلاعات و آگاهی هایی که به دست میارن، همه بتونن در شرایط امروز جامعه ایران رو دگرگون کنیم و در کنار هم زحمتکشان، کارگران، موزبگیران، بازنشستگان، پرستاران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، زنان و دختران ایران زمین که امروزه در صفحه اول تمام اعتراضات و مبارزات مردمی هستند به خاطر احقاق حقوقشون، چرا که بیشترین لطمه و صدمه رو از رژیم جمهوری اسلامی این زنان و دختران ایران زمین بودند که خوردند و طبیعی است که در صفحه اول مبارزه های سیاسی و اجتماعی باشند و رژیم از اونها بیش از مردان میترسد و بیشتر اونها رو شکنجه و آزار داده، تجاوز کرده، اعدام کرده و با قوانین ضد زن که در آیین اسلامی هست حقوق زنان رو از حقوق حتی فرزندانشون در مسائل اقتصادی و ارث و اجازه داشتن از خانه بیرون رفتن و سفر رفتن و همه چیز تقریبا بدون حقوق ترین بخش جامعه ما زنان شدند که نیمی از جامعه هستند که همین مردان
جنایتکار که این قوانین رو بر علیه زنها در رژیم اسلامی تصویب کردند، اگر مادر نداشتن معلوم نیست از کجا میخواستن بیرون بیان. به هر حال این فرایند در هفته آغازین امسال 1400 خوشبختانه با فرایندهای بسیار بسیار گسترده اعتراضی به شکل‌های مختلف همراه شد. برای نمونه کمپین یا کارزار نی به جمهوری اسلامی که آغاز شد، که بسیاری از زنان ایران زمین در صف اول این مبارزه قرار گرفتند، به تدریج داره به یک کارزار دائمی تبدیل میشه و این نی به جمهوری اسلامی از درون زندان‌ها، بیرون زندان‌ها، از بین بازنشستگان، بین کارگران و خانواده‌های مبارزین، همچنین مردم عادی، جوانان دلاور به شکل‌های مختلفی در سطح جامعه مطرح شده. همچنین در کنار نی به جمهوری اسلامی، مقاومت از درون زندان‌ها، نامنگاری‌هایی که زنان دلاور کردند و پیوستگی خودشون رو به نی به جمهوری اسلامی اعلام کردند. دلاورانی مثل فاطمه دائمی، سپیده قلیان، محمد نوریزاد و بیش از 60 زندانی سیاسی که همکنون در زندان‌های رجایی شهر و اوین و قزلحصار دست به اعتصاب قضا زدند، و دلاورانی مثل اسماعیل عبدی که از اونها پشتیبانی کردند از درون زندان‌ها، و همچنین فعالین مدنی از احزاب مختلفی که در کنار آرامگاه‌های جان بخشان راه آزادی آبانگان 1398 تا به امروز، و همچنین مادران دادخواه، مادران پارک لاله و مادران عزاداری که به کمپین نه به جمهوری اسلامی پیوستند، از جمله مادر جانباخته پویا بختیاری، محمد طاهری، امید رضایی، وحید دامور، مهرداد معینفر، ابراهیم کتابدار، نوید بهبودی، و اینها به هم پیوستند و از بیش از اون 1500 خانواده‌ای که حداقل رویتر اعلام کرد کشته شدن در آبان ماه 1398، که خب طبق تحقیقاتی که ما کردیم، اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، بیش از 8000 ایرانی در آبان 98 مفقود شدن و از اونها نام و نشانی نیست. به همراه اونها دلاورانی از کانون نویسندگان ایران مثل امیر سالار داوودی، بکتاش آبدین، سینا بهشتی که در درون زندان‌ها بودند و اعلام اعتراض و همبستگی با اعتصابیون و نهی به جمهوری اسلامی داشتند، کسرای نوری از درویشانی که او را رو بودند درست از شب قبل از نوروز و از زندان اوین او را به کجا بردند معلوم نیست، خانواده زندیاد مهرداد معینفر که به طور کامل به نی به جمهوری اسلامی پیوستند و با دلنوشته خودشون یاد کردن از مهرداد معینفر از جانبخشان آبان 98 که برای آزادی و داد به میدان رفتند این جوانان. همچنین دادگاهی که می‌خواستند برای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از دیگر دلاوران آبان خونین، آبان دادخواهی که به خاطر دفاع از حقوق خودشون و مردم ایران به اون میدان آمدند، حکم اعدام حتی برای این دلاوران، این سه جوان دادند، ولی فعلا این حکم به تعویق افتاده، چرا که هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی توجه ویژه‌ای به پرونده این سه جوان شده و اینها همه دلاورانی هستند که در پروژه نه به جمهوری اسلامی در میدان‌هایی که فریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی و دیوار نویسی‌هایی که کردند زدند و در کنار همدیگر
هستند. در این برنامه نوروزی که بایستی ما با تبریک و شادی همراهش کنیم، فکر میکنم اخبار همین تبریک نوروزی که نه به جمهوری اسلامی هست و اینکه خانواده های این دلاوران که رژیم فکر کرد با گلوله اونها رو با تیر مستقیم میزنه و میکشه و قضیه تمام میشه، حالا به جای هر یکی از اونها ده ها نفر دادخواه به میدان مبارزه اضافه شدند. مادران این دلاوران، خواهران اینها، خانواده های اینها، دوستان و همرزمان اینها، همکلاسی های اینها و همه کسایی که این جوانان آبان خونین رو میشناختند، به پاکی اونها، مهربانی اونها، صداقت اونها باور داشتند و در کنار اونها قرار میگیرند و فریاد دادخواهی و اعتراضات و نهی به جمهوری اسلامی اونها رو ادامه میدن، به خصوص مادرانی که الان در این میدان هستن، خانواده های دلاوری که مثل خانواده آتنای دائمی خبر تبعید او رو منتشر کردند و اینکه در بین راه حتی او رو دوباره تهدید کردند و آزار دادند وقتی آتنای دائمی رو از زندان زنان اوین در تهران بردن به زندان لاکان رشت. ولی آتناها خاموش نمیشن، گلرخ ایرایها خاموش نمیشن، آرش صادقیها خاموش نمیشن. نه به جمهوری اسلامی امروز کارت تبریک و پیام تبریک همه آزادی خواهان و جانبخشان راه آزادی ایران شده. خبرهای دیگه در این رابطه داریم، مثل خانواده زنده‌یاد محمد داستانخواه، جوان 15 ساله‌ای که در اعتراضات مردمی آبان 98 جان باخت، جان بخش راه آزادی شد و خانواده او، مادر او در کنار مزارش جمع شدند، یادش رو گرامی داشتند و به کارزار نیب جمهوری اسلامی پیوستند. همچنین خانواده زنده‌یاد مهدی دائمی، دیگر دلاوری که به این راه وارد شدند. و به همین ترتیب آغاز اعتصاب قضای گسترده زندانیان سیاسی که اعلام شد و مورد حمایت جهانی قرار گرفت، به یاد تمام جانبخشان راه آزادی و در همین رابطه هم عکس‌هایی رو منتشر کردند که این عزیزان از آغاز فروردین تا 3 فروردین به این اعتصاب قضا ادامه دادند که در آغاز 28 نفر بودند و تعداد دیگری به اونها پیوستند که به حدود 60 نفر اضافه شدند. زن، مرد، دختر، پسر، زندانیانی که از آغاز نهی به جمهوری اسلامی رو فریاد زده بودند. این دلاوران از زندان‌های فشاپویه، زندان‌های اوین، زندان رجایی شهر و عادل‌آباد شیراز و برخی دیگر از زندان‌ها به این مبارزه پیوستند و فریاد دادخواهی خودشون رو با بیانیه‌ای که مجموعیان این بود که رژیم اسلامی بجز کشتار نمی‌کند و تا هست همین کشتار و زندان و تبعید و انفرادی و ستمهای ناروا ادامه خواهد داد. خب ما در کنار این پروژه بزرگ، این حرکت بزرگ داریم که از یاران کمپین 14 به علاوه 14 امضا مثل محمد نوریزاد و شهلا انتصاری، نرگس منصوری، خانواده های این عزیزان و دیگر دوستانی که همراه اینا بودن، خانم فاطمه سپهری، خانم شهلا جهانبین، آقایان واحدیان، جعفری و بقیه، همه به کمپین نه به جمهوری اسلامی پیوستند از داخل کشور، از داخل زندان‌ها و خانواده هاشون و همه دارن تلاش میکنن و از همه ایرانیان داخل و خارج کشور میخوان که به این کمپین نهی به جمهوری اسلامی بپیوندن و فریاد همه این عزیزان، دلاورانی که در این زندان ها هستند، مثل اسماعیل عبدی و ده ها زندانی دیگر و اون 18 زندانی دیگر که اسامی اونا را اعلام خواهیم کرد،
همین هست که نهی به جمهوری اسلامی یعنی رفتن به سوی آزادی و دموکراسی، نهی به جمهوری اسلامی یعنی زندگی بهتر برای کارگران و موزبگیران، نهی به جمهوری اسلامی یعنی رسیدن به آزادی و به داد، به دموکراسی و حقوق بشر. در ادامه گسترش این کمپین، سامانه همبستگی ملی ایرانیان که این سامانه هم با حضور تا اینجا 15-16 حزب، جریان، سازمان، گروه های کوچک و بزرگ هم به شکل منفردن که تک تک ماها به کمپین نهی به جمهوری اسلامی پیوسته ایم و هم به شکل به اصطلاح سازمانی و حزبی و گروهی همه در کنار هم قرار گرفتند و این کمپین نهی به جمهوری اسلامی رو که از مسیر تحریم انتصابات 1400 می‌گذرد و به آزادی و دموکراسی در ایران باید برسه، این مبارزه همگانی، بیانیه رو در این رابطه سامانه همبستگی ملی ایرانیان هم صادر کرد که در این بیانیه قید شده که پس از 43 سال که مطالبه نهی به جمهوری اسلامی از سال 57 به تدریج از بین یک اقلیت 10-20% حالا تبدیل شده به یک اکثریت 95% و ما به عنوان کسانی که در سامانه همبستگی ملی ایرانیان هستیم تمامی و با تمام امکانات در کنار نهی به جمهوری اسلامی، نهی به انتصابات 1400، آری به دموکراسی و آری به آزادی پیوسته ایم. حزب‌ها، سازمان‌ها و گروه‌هایی که این سامانه همبستگی ملی ایرانیان رو تشکیل دادن و از همه میخوان که باز هم به هم بپیوندیم و خود سامانه هم آماده است به گروه‌ها و جریانات دیگر بپیوندد، عبارتند از انجمن اتحاد سکولار دموکرات‌های هانوفر، تلاشگران راه آزادی، جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه ایران که خود من عضو همین جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه ایران هستم، حزب دموکرات مسیحی ایران، گروه یاران آزادی، نهاد همبستگی ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، هواداران آزاد شورای مدیریت گذار، جبهه دموکراتیک ایران که آقای تبرزدی دبیر کلش است، حزب دموکرات ایران که آقای خرسندی و خانم طاهره صادقی از رهبران اون الان هستند، گروه هنری امید که امید توتیان خواننده دلاور و ویکتور خارای ایران رهبری اون رو به عهده داره و شاعر، ترانه‌سرا، سرودخوان و آوازخوان درد مردم ایران شده است، اتحاد دموکراسی خواهان ایران که خانم شهرها انتصاری و من آقای بی‌آزار و ده ها نام دیگر که در داخل ایران هستند جزو بنیانگذارانش هستیم، جبهه متحد دانشجویی که آقای منوچهر محمدی و زنده‌یاد برادر نازنین آقای محمدی از پایه‌گذاران اون بودند در کنار آقای صفدی، آقای تبرزدی و ده ها جریان دیگر در جبهه بسیار جنبش دانشجویی ایران و همچنین همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران که از شخصیت‌های مختلفی در داخل ایران هم از سندیکالیست‌ها، گروه‌های سیاسی، نیروهای چپ دموکراتیک، نیروهای مشروطه‌خواه دموکرات و نیروهای جمهوری‌خواه دموکرات در داخل ایران تشکیل شده و شورای آزادی‌خواهان سوسیالیست و گروه‌های از سکولار دموکراسی اروپا که همه اونها در این حرکت در کنار هم قرار گرفتند و بخشی از این حرکت بزرگ شدند. البته در همین رابطه خب کسانی مثل شهبان و فره پهلوی هم به همین کمپین نهی به جمهوری اسلامی پیوستند، شاهزاده رضا پهلوی، شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه لیبرال دموکرات ایران و این اتحادی که الان به وجود اومده، یعنی این همگرایی که الان به این شکل است که گروه‌های مختلف، افراد مختلف
سازمان‌های مختلف این چنین در کنار هم قرار گرفتن، نوید و امید تشکیل اون آلترناتیو سراسری یا شورای هماهنگی رهبری انقلاب دموکراتیک و رسیدن به یک کنگره ملی واقعی سراسری که همه نمایندگان افکار سیاسی و احزاب مختلف ایران در اونجا باشند و همه مردم ایران نماینده‌ای از جنس خودشون رو در اون کنگره و اون شورا ببینند، بسیار بسیار ارزشمند است. خب من میخوام اشاره کنم که بسیاری از هنرمندان مثل داریوش، مثل بی، مثل سیاوش اصلانی و خیلی های دیگر، خانم پهلوان و بقیه هنرمندانی که در رسانه ها حتی کار میکنند، در کنار مردم ایران به این کمپین پیوستند. جا داره در آخرین دقایق برنامه من اشاره کنم که در روز 12 فروردین از سوی سامانه همبستگی ملی ایرانیان یک به اصطلاح همایشی در تالار زوم سامانه همبستگی ایرانیان برگزار می شود که آدرسش در کانال تلگرامی و سایت خبرگر گذاشته شده و 12 فروردین پنجشنبه 1 آوریل 2021 اونم 12 فروردین 1400 ساعت 20:30 به وقت تهران، 18 به وقت اروپای مرکزی و ساعت 12 به وقت شرق آمریکا و 9 صبح به وقت غرب آمریکا این همایش زوم برگزار میشه و از همه هممیهنانی که با نهی به جمهوری اسلامی و آری به آزادی و دموکراسی موافق هستند، از همین طریق هم خواهش میکنیم که در این تالار حضور پیدا کنند و نظر و عقیده خودشون رو اونجا با برگزار کنندگان تالار شیر کنند و به اشتراک بگذارند. پس 12 فروردین روز نهی به جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف و یکی از اون اشکال حضور در جلسه همایش تالار سامانه همبستگی ملی ایرانیان که در 13 به در جمهوری اسلامی رو دیگر به در و به دور و به زباله‌دانی انداخته باشیم و گام بعدی رو برای تحریم انتصابات 1400 برای رسیدن به نهی به جمهوری اسلامی و رسیدن به یک حکومت دموکراتیک، آزاد، خوشبخت، سکولار و پر از رفاه و شادی برای مردم ایران با امکانات و ثروت ایرانیان دارند پیش ببریم. این جنبش رو نگذاریم که ساکت بشه و پیش ببریم تا میلیون ها ایرانی به کارزار نیب جمهوری اسلامی بپیوندند. خوشبختانه در گروه های تلگرامی هم یه گروهی تشکیل شده به نام کمپین همین نیب جمهوری اسلامی که تا الان بیش از 42,000 نفر ایرانی از داخل و خارج کشور به اون پیوستن و در کنار افرادی که خب حالا سرشناس هستن، یه مقداری شناخته تر هستن، افراد دیگری هم به این جریان دارن میپیوندن و مبارزه دیوار نویسی، شعار نویسی، اسکناس نویسی، برچسب نویسی رو هم آغاز کردن و از داخل کشور ویدیوها و فیلمها و عکسهای مربوط به این کار رو هم میفرستن. خب از آخر برنامه مثل همیشه با شعار اتحاد، مبارزه برای رسیدن به پیروزی، با دست‌های پاک زنان و مردان، دختران و پسران، زحمتکشان، بازنشستگان، موزبگیران، همه ایرانیان دادخواهی که از این رژیم ستم دیدن، با حضور در کمپین نهی به جمهوری اسلامی، هفته پر از پیکار شادی و آزادی بخش رو آرزو میکنم و تا هفته آینده شما رو به وجدان، مبارزه و ایمان خودتون میسپاریم. بدرود.